بن‌بست مذاکرات هسته‌ای باند رفسنجانی روحانی را در یک محظوریت قرار داده است. یکی از دلایل مهم این بن‌بست آن است که باند ولی فقیه در تمامی زمینه‌ها از جمله در زمینه مذاکرات هسته‌ای چوب لای چرخ دولت آخوند حسن روحانی می‌گذارد و مانع می‌شود باند رفسنجانی روحانی خط وابسته گرایانه خود را پیش ببرند. این بن‌بست شکاف‌هایی را در درون باند رفسنجانی روحانی ایجاد کرده و باعث شده است زبان تعدادی از حامیان روحانی از جمله جماعت موسوم به اصلاح طلبان علیه این باند دراز شده و آنها موضعی منتقد به سیاست‌های دولت روحانی و باند رفسنجانی روحانی اتخاذ کنند. روزنامه ابتکار 16 بهمن تحت عنوان رئیس جمهور تنها در این زمینه می‌نویسد: شیخ دیپلمات فکر می‌کرد سیاسیون بعد از تجربه تلخ احمدی نژاد دولت تدبیر و امید او را بالای سر می‌گذارند و حداقل به هر بهانه‌ای شلاق انتقاد را بر پیکر این دولت نمی‌زنند. اما هرچه بیشتر از عمر دولت می‌گذشت، موج‌های انتقاد بزرگتر و هولناک‌تر می‌شد. اصلاح طلبان نیز از او انتظار دارند سال‌های 76 تا 80 را در دهه 90 ایران تکرار کند. تمام این نقدها و انتظارها باعث شده است روحانی بیش از هر رئیس جمهور دیگری احساس تنهایی کند. مهره‌ها و مقامات سابق دولت‌های رفسنجانی و خاتمی نیز در دو گردهمایی تحت عنوان همایش اصلاح طلبان با بیان انتقاداتی نسبت به سیاست دولت روحانی فاصله خودشان را از شخص روحانی و دولت او مشخص کردند که بیانگر شکاف در جبهه حامیان دولت روحانی است. علی مطهری در دومین همایش دولت روحانی را نقد کرد و در این رابطه گفت: آزادی بیان در دولت 11 نسبت به دولت قبل کمتر شده است. موسوی لاری وزیر کشور اسبق رژیم نیز به شکاف در جبهه حامی روحانی اشاره کرد و گفت: گرچه در عصر اصلاح طلبی اصلاح طلبان سلایق و اختلاف برداشت دارند، اما باید مراقبت شود که این موضوعات به اختلاف مسیر و هدف منتهی نشود و اجماع اصلاح طلبان اصلی است که نباید احزاب اصلاح طلب آن را فراموش کنند. کیهان خامنه‌ای 18 بهمن 93 در گزارشی از سفر روحانی به اصفهان در مطلبی با عنوان بیمحلی روحانی به افراطیون و حامیان فتنه در اصفهان، ضمن اشاره به شکاف در جبهه حامیان روحانی و سرخوردگی طیفی از آنها از او می‌نویسد: رئیس جمهور در جریان سفر به اصفهان حاضر به دیدار با افراطیون مدعی اصلاحات نشد. به نوشته سایت اصلاح طلب انتخاب خبر، ملاقات نکردن روحانی با اصلاح طلبان با ناخرسندی و گلایه این طیف مواجه شده است. فضل الله صلواتی از اینکه روحانی سفرش را به خاطر ملاقات با اصلاح طلبان به تأخیر نینداخت ابراز ناخرسندی کرد. سایت امید وابسته به بنیاد امید ایرانیان عارف به انتقاد از روحانی پرداخت که چرا در سفر اصفهان از منتظری و طاهری حتی اسم هم نبرده است. یاد نکردن از منتظری و طاهری موجب تکبر خاطر شده است. موارد فوق نمونه‌هایی از بروز شکاف در میان باند رفسنجانی روحانی و سرخوردگی مهره‌های حامی دولت اوست. این وضعیت بیانگر ضعف و شکنندگی این دولت و بنبست سیاست‌های آن است که با کوچکترین فشاری از خارج و داخل دچار تشتت می شود. به نوشته ی آن روزنامه حامی دولت که رئیس جمهور تنهاست، آینه ی تمام نما از این بنبست و شکنندگی دولت است. البته چنین سرنوشتی برای این دولت پیشبینی می شد، زیرا روحانی نمی تواند همزمان ملتزم به اعتقاد قلبی و عملی به اصل ولایت فقیه باشد و از سوی دیگر با شیادی بخواهد نان به اصطلاح اعتدال و امید را بخورد و مانند اسلاف خود هاشمی رفسنجانی و آخوند محمد خاتمی عوام فریبی کند. اگر بعد از گذشت 4 تق اصلاح طلبی آخوند خاتمی درآمد و مشخص شد که در نظام ولایت افعی کبوتر نمی‌زاید، هنوز 2 از عمر دولت روحانی نگذشته است که تق پوز اعتدال و امید او هم درآمده و زبان همباندی های خودش نیز دراز شده که طبعا نتیجه همه این کنش و واکنش ها بیانگر بن‌بستی است که گریبان تمامیت نظام ولایت از جمله آخوند روحانی را گرفته است.